میکنم خدمت همه ای شما دنبال کنندگان عزیز دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاز پارسی امیدوارم حال همتون خوب باشه سالم و سر حال و سلامت باشید اتاقی تشکیل شد با حضور مهدی مهدوی آزاد مهدی خرجی وریا امیری و دیگر کارشناسان و حضور جمعی از مردم که آیا امیروسین مسلا روزنامه نگار این اتاق رو تشکیل داده بود که همینجا خسته نباشید بهش میگیم بابت برقای این اتاق مفید و ارتباط داشت به حمله تروریستی شاه چراغ و ارتباطش البته اگر ارتباطی وجود داشته باشه از نظر بعضی ها با جمهوری اسلامی و همینطور گروه های تکفیری و داعش در این اتاق کارشناسان به خصوص مهدی مهدوی آزاد از منظر دیگری به این حادثه تروریستی و اساسا حوادث این چنینی میپردازن و نوع نگاهی که مردم و مبارزان و معترضین باید به چنین اتفاقاتی داشته باشن و اینکه آیا کمکی میکنه به شکل گیری یک جنبش اعتراضی یا خیر در هر حال بریم با همدیگه گوش بکنیم این اتاق رو هر جایی که لازم باشه بنده در خدمتتون خواهم بود که وقتی ما وعده امنیت میدهیم و خود امنیت رو نمیتونیم فراهم بکنیم پس جای کار میلنگد یعنی اگر ما دشمن همه جهان شدیم ما منظورم یک رژیم است که حالا اینجا میدونیم منظورم کدوم رژیمه با همه جهان دشمنی کردیم وعده دادیم که ما قرار است حکومتی برقرار بکنیم که در این حکومت عدالت برقرار بشه آزادی برقرار بشه و انصاف برقرار بشه جلوی به قول خودشون استکبار جهانی و جلوی حکومت هایی که انسان ها رو استثمار میکنند به این کارها رو بکنیم بعد خب قیمتی میپردازیم قیمتش چیه قیمتش اینه که تحریم میشیم قیمتش اینه که مردم ایران خب ممکنه یه جایی از جهان نتونن سفر بکنن قیمتش اینه که ما ممکنه زیر فشار اقتصادی قرار بگیریم همه این قیمت ها رو میدیم ولی امنیت داریم ولی ما مثلا نماینده حقیقت هستیم اینها حداقل چیزیست که قرار بوده به دست بیارن ملت ایران دیگه گفتن آقا شما با جهان دشمن میشوید آمریکا دش... شیطان بزرگ میشود ولی چیزهایی به دست میارید اون چیزهایی که به دست میارید عزت است افتخار است امنیت است حقیقت است بعد ببینیم حقیقت که نیست داریم میبینیم که چگونه روزمره دروغ میگویند داریم بعد قرار بر عدالت اجتماعی بود میبینیم که چگونه داره اختلاس میشه چطور دارن یعنی چه اتفاقاتی که داره میفته داریم میبینیم داریم میبینیم که انسان ها رو تو خیابون کور میکنن میزنن میکشن ها که هست داریم میبینیم که بعد صحبت از امنیت است میبینیم که هواپیمای ایران خودشون میزنند و بعد سه روزم دروغ میگن که ما نزدیم هر سال یا به طور مداوم دیگه ما داریم میبینیم حمله های تروریستی در دفعه دوم در شاه چراغ یعنی در حقیقت اون قیمتی که ایرانی ها قرار بوده بپردازن برای اون چیزهایی که به دست میارن که عزت بود آبرو آب، آب بود نمیدونم افتخار بود استقلال بود استقلالی هم که دیگه تقریبا الان نیست یعنی اون اتفاقی که الان بین ایران و چین روسیه اینها داره میفته تقریبا اون استقلالی هم که میگفتن آقا از انقلاب داریم گرفته شده یعنی هیچ چیز هیچ, هیچ چیزی نیست حالا بگذاریم از اینا رد بشیم چون بحث امنیت خیلی جالب بود من فقط خواستم یه اشاره بکنم از منظر یک من دلم خود از منظر یک طبیعتگرا یک آدم خدا نواور به قضیه نگاه بکنم یعنی بیش از اینکه قضیه الان سیاسی باشه یه مقدار قضیه برای من مربوط به باورهاست ببینید من آماری رو امروز درآوردم این آمار جالبی است سال 2021 حدوداً هزار حمله تروریستی شده به سایت های مختلف به قسمت چجوری به بگم به مکان های مختلف مذهبی در همه جهان که دوی 75 کشور مختلف که اکثرش در حدود 95 درصدش آمار آماریه که من از ای آی گوگل درآوردم که مشخص بهش پارامتر دادم گفتم اینطوری برای آمار من برای من آمار در بیار بهم چیزم داده رفرنس هم بهم داده میتونم بهتون بدم رفرنس ها توی 75 کشور مختلف اکثر این آمارها سی درصدش در به مساجد بوده 25 درصدش به کلیساها بوده 20 درصدش به معابد بوده بقیه‌اش هم جاهای دیگه مثل مثلا جایی که مردم به صورت مذهبی جمع شده بودن یا جاهای دیگر حالا 2021 که بیشترینش بوده بگذاریم از اینا رد بشیم نکته که میخوام بگم اینه که اگر نگاه بکنید میبینید آقا آدم ها به خاطر دلایلی میتونه سیاسی باشه میتونه قومی و قبیله ای باشه میتونه مذهبی باشه اخ... به اختلاف میخورن با همدیگه و باعث جنگ میشه دلایل سیاسی میشود که باعث بشه آدم ها بمب بذارن دیدیم که این کارو میکنن دلایل قومی و قبیله ای هم میشه نمونه خیلی خیلی سادهش توی همین ایلند شمالی و ایلند جنوبی است اختلافی که بین این دوتا وجود داره و نمونه های دیگرش در اطراف جهان که ما میبینیم یه بخشی از اختلاف توی افغانستان بین پشتون ها و بین فارس ها بیشتر اختلاف قومی و قبیله ای تا اختلاف دینی که اتفاق داره میفته یعنی این هم هست ولی یک دلیل دیگرش هم هست که دلیل دینی است من به عنوان کسی که طبیعت دارم میگم من الان در یک اتاقی بودم دلیلی که اصلا اومدم بالا این بود که میخواستم یک همچین مقایسه ای رو اه اه به دوستان بگم من در اتاق بودم که داشتن فال تاروت میگرفتن فال تاروت و فال قهوه و کفبینی و بدون اینکه آدم ها رو بشناسن داشتن بهشون اطلاعات میدادن در مورد زندگی این که من اونقدر عصبانی شدم که گفتم شرم کنید و از اتاق بیرون اومدم ولی داشتم مقایسه میکردم در ذهنم میدیدم که این مدل خرافات که الان ما بهش میگیم خرافه اگر یک جایی داشته باشه یک مکانی داشته باشه یه ساختمونی داشته باشه یه دفتر دستکی داشته باشه دیگه به راحتی نمیشه بهش گفت خرافه دیگه تبدیل میشه اون موقع به مثلا آنچه که ما میگیم ساینتالوجی ساینتالوجی هم از همین جنسه از جنس همین کفبینیه که الان گفتم از جنس همین استرالوجیه از, از همون جنسه هیچ فرقی نمیکنه ولی ساختمون دارن دفتر دارن یک محلی است محل رسمی است مورمون ها هم همینطور هستن یک مذهب از ساختگی خرافی کاملا خرافه و عباطیل است ولی به, نا... ولی به این راحتی نمیشه انگشت خرافه روش گذاشت اونطوری که ما روی فالگیری انگشت میذاریم حالا وقتی ما, در... از... ما جاهایی داریم در, جا... در, همین ایران خودمون که آدما فکر میکنن شخصی در چاه رفته خب از نظر من طبیعتگرا به نظر من ها. من نمیخوام توهین بکنم ممکن شما مخالف باشید از, از نظر من خب از همون جنسه از جنس فال تاروته از همون جنس هست ولی یه جه محلی هم هست یه ده خیلی خیلی زیادی بهش باور خب شاهچراغ هم در حقیقت همینطوره همه اینها دلیل اینکه گفتم چیه اینه که این محل این مکان ها به طور تاریخی باعث جنگ و دعوا شدن و هنوز هم خواهند شد در, آ... در آینده هم خواهند شد مشکل اصلی این نیست که انسان خرافه دارد و به خاطر خرافهش ممکنه با دیگری به جنگه مسئله اینه که ما یک رژیمی داریم یک رژیمی داریم در ایران که این خرافه ها رو بهش اعتبار دولتی میدهد یعنی رژیم نمیگه آقا اینجا که چای جمع کرانه به من مربوط نیست به مردم ایران مربوطه یه دی میخوان اینجا برن زیارت کنن نمیخوان نکنن ما سرمایه ایرانی ها رو صرف خرج این حرم ها نمی کنیم ما یه دی رو نمیفرسیم به نام مدافعین این حرم که با یه دی دیگری که مخالفین حرم هستن درگیر بشن و مردم ایران جونشون به خطر بیفته چون ما یک رژیمی هستیم که از یک نوع خاصی از خرافه دفاع میکنیم یعنی یعنی مشکل اینجاست کل حرف من اینه که ما رژیمی داریم که عین کسانی که فال تاروت میگیرن و اتاق میزنن اینها هم از یک نوع خاصی از خرافه که از نظر من خرافه است البته دفاع میکنن و باعث میشن این خرافه با خرافه های دیگر در تضاد قرار بگیره و طرفداران اونها حالا اسمش گذاشتن گفتن داعشی بودن ای آقای امروز مخدومن که گفتن از تاجیکستان بوده حالا ممکنه که افغانستانی بوده باشن حالا هر کی من نمیدونم هر از ممکنم هست دایشی بودن فرقی نمیکنه که با این خرافه مشکل دارن این خرافه رو دولتی هم میبینند سمبل و نماد و چجوری بگم ویترین رژیم ایران رو این مدل خرافه‌ای که مربوط به این رژیم است می‌بینن خب بهش حمله هم می‌کنن جان مردم ایران هم به خطر می‌افته دلیل اینکه این رو گفتم اینه که باز تکرار بکنم تنها یکی به نظر من تنها راه رسیدن به یک نوعی از آرامش رسیدن به یک نوعی از صلح و دموکراسی در این منطقه سکولاریزمه یعنی ما بدانیم که این باورها حالا از نظر من خرافی است از نظر یه دیگری نیست خرافی نیست این باورها تا وقتی از جامعه بگونه ای از دست دولت خارج نشان، از دست رژیم خارج نشوند اینطوری نیست که ای رژیم ایران بتونه امنیت تولید بکنه اتفاقا خواهد افتاد چون شما دارید خرافه شیعه رو در مقابل سنی ها دولتیش میکنید خب سنی ها ممکنه دو... نه ها داعشی ها سلفی ها هر کدوم خوششون نیاد و با شما بجنگن در کشور خودشون شیعیان رو بکشن شما میبینید در حج چگونه چندین بار ایرانی ها رو جونشون رو خطرناک کشته شدن ایرانی ها مردند رفتن زیارت مردند چرا برای اینکه خرافه خرافه دولتی ما در خاور هنوز دین دولتی داریم ما هنوز مشکل اس... اسرائیل و فلسطین داریم که مسئله یک خرافه بی... از نظر من خرافه باز میگم خرافه که از نظر من خرافه است بین دو قوم مختلف باعث دشمنی شده یهودی ها باور دارند که در کتابشون اومده سری آدم هن. مثل ما گوشت و پوست و سخود دارن دی ان ایشون هم خیلی با ما فرق این همین آدمیم ولی فکر میکنن یک منطقه از کره زمین رو به اینا دادن اینا میگن آقا یک کتاب کهنه داریم یک کتابی داریم اینا ما دیت سی رفتیم در در آوردیم پیدا کردیم اسمش هم عهد عتیقه این به ما میگه این کتاب این مال ماست خب خب این فرقی نمیکنه با هم، از جنس همو خرافه است و به خاطر اینکه میگن اینجا مال ماست اینجا رو متعلق به ما خدا به ما داده اینجا رو و ما قوم برگزیده این دارن بقیه رو میکشن یه عده دیگری میگن آقا اینجا مسجدیه که حضرت رسول بهش اقتدا این مسجد ما با بنیاد این مسجدی که رسول ساخته اینجاست اینا این این کفار اومدن گرفتنش یعنی قضیه تبدیل به سیاست شده یک مسئله سیاسی است اینکه کلیساها رو حمله بهش میکنن به این دلیل یعنی شما اگر در یک جامعه سکولار زندگی بکنی شما دارید میبینید توی کشورهای غربی سکولار که از دل این کشورها این حمله ها بیرون نمیاد یا قضیه به خاطر مهاجرتی گسترده است که خب دلایل خودشو داره یا به خاطر اختلافات مسیحیان و مسلمانانه یا به خاطر مسائلی که کشورهایی مثل ایران مثل عربستان مثل پاکستان مثل افغانستان مثل اسرائیل اینها قضیه خرافه رو وارد سیاست کردند که این خرافه تبدیل شده به یک چیزی که باعث شده جان آدم ها بر سرش داره نابود میشه وگرنه تا همه جهان باورهای مختلف مذهبی و خرافی هست به, به،, به این راحتی آدم ها سرش آدم نمیکشند تا وقتی یک عدالت اجتماعی باشه و دولتی نشه این قضیه اتفاق نمیفته همین اروپاش قضیه اسرائیل و فلسطین جدی امنیت آدم ها رو به خطر میندازه خود من آقا امنیت نه فقط جانی امنیت موقعیت شما رو در م... دو دو آکادمیک به خطر میندازه من همون موقعی که در دانشگاه حالا بودم به راحتی نمیتونستم صحبت بکنم در قضیه فلسطین. همکاران من دوستان من کسانی که اونجا بودن، میگفتن آقا حرف تو رو قبول داریم ولی زیاد از این خط قرمز نمیشه و این حرفا رو نمیشه زد اینا خطرناکه توی یعنی خطرناکه یعنی این موقعیتتون توی دانشگاه ممکنه از دست بدید ممکنه فلان استاد فکر میکنه اگر حرفشو بزنه فاندی ممکنه نگیره یعنی این قضیه دقیقا مطرحه یک خرافه که دولتیه داره جان آدم ها مال آدم ها موقعیت شما آدم ها رو به خطر میندازه حالا نمیدونم این پاسخ کافی بود یا یعنی. نه کوتاه این نکته ای رو بگم توی دو چت دوستان نوشتن آقا شمایی که میگی سیاستمداران در اروپا تبدیل به ویترین شدن و قدرت چنان در اروپا و آمریکا حالا هر جا قدرت آنچنانی ندارند و قدرت ها در دست کمپانی های سرمایه داریست است و در دست کسانی است که در حقیقت سیاست ها رو تحمیل میکنن به این سرمایه داران پس چرا شما میگید تو انتخابات شرکت بکنید ببینید من از استدلالی استفاده کنم حالا خود جناب بهنودم هستن که جناب بهنود همیشه برای توجیه انتخابات استفاده میکردن میگفتن آقا درستم هست من کاملا موافقم که شما برای نگه داشتن دموکراسی باید در امر دموکراتیک شرکت کنید نمیشه دموکراسی رو بدون شرکت در امر دموکراتیک حفظش کرد و سخن من اینه که ما در اروپا در اروپای غربی آمریکا شمالی یک دموکراسی نیمبندی داریم استدلال دوستان اصلاح طلب چی بود که آقا ما یه دموکراسی نیمبندی در ایران داریم بالاخره مجلسی هست یه چهارتا روزنامه ای هستن حالا اصر آزادگان رو بستن صبح امروز درست میشه صبح امروز رو بستن نمیدونم نشات در نیت. حالا نمیدونم ترتیبشون کدوم بود اول جامعه بود اینا. کار ندارم ولی یه دا... گفتمانی ایجاد شده که این گفتمان اصلاح طلبی است یه مجلسی هم هست حالا چهار تا شورای شهر هم هستند نمیدونم ام... یک کارایی همشه می میشه رئیس جمهوری هم میشه انتخاب کرد میشود با شرکت در انتخابات ما کار دمو شرکت در امر دموکراتیک بتوانیم جام دموکراسی رو گنده بکنیم دموکراسی رو فربه و بزرگش بکنیم و هر دموکراسی بزرگتر بشود گفتمان ها... گفتمان دیگر که گفتمان استبداد گفتمان دم... تکشنویست یا حالا هر فردگرایی این تضعیف میشه خب این تئوری درسته به به صورت تئوریک در ایران کار رو میکنه. در ایران به گونه ای... قدرت تقسیم بندی شده بگونه ای ارکان قدرت اینجوری مثل بازی شطرنج بگونه ای آقای خامنه ای و اطرافیانش بازی کردن که این دیگه کار نمیکنه من فکر میکنم کار دموکراتیک در ایران اتفاقا شرکت نکردن در بازی دموکراتیک در این خیمه شب بازی است که این دوستان برقرار کردند این میشه کار دموکراتیک ولی در اروپا و در آمریکای شمالی من فکر میکنم هنوز جد، به صورت جدی میشود در امر دموکراتیک شرکت کرد با شرکت در انتخاب با عضو احزاب محلی شدن با استفاده کردن از حق آزادی بیان با پتیشن را انداختن با نمیدونم گفتگو کردن با دنبال کردن اخباری که مربوط به سرنوشت محلی شما حداقل اخبار اینکه آقا در بارو شما در اون جایی که زندگی میکنید چه اتفاقاتی میفته چه سیاست مدارانی هستن اینها کمک میکنه اتفاقا برای اینکه ما بتونیم سر... یعنی سرمایه داری اگر به این مسیری داره میره که میرود در اروپای غربی آمریکای شمالی یک ارتباطی داره با اینکه مردم چطور فکر میکنن یه ارتباطی داره با اینکه نظر مردم چیست هنوز کامل قطع نشده و بعد این ارتباط رو نگه داشت محکمترش کرد برای همینه که من میگم رفتار دموکراتیک در جامعه غربی هنوز مهمه خیلی هم مهمه میتونه سرنوشت ساز باشه ولی در ایران من فکر میکنم یک جور دیگری تعریف شده باید سرپیچی کرد از, با... از شرکت در این بازی ام... چجوری بگم بازی ز... زشت بی اخلاقی که اینها به اسم دموکراسی و به اسم انتخابات راه حرفای مهم میدارم در مورد انحرافی که اتفاق افتاده متاسفانه همه میدونیم از طرف حکومت و بخشی از نیروهای مخالف حکومت رو هم درگیر خودش کرده البته موضوعی که دوستان درش صحبت میکردن موضوع بسیار جذابیه منم به چیزایی توش شاید بلد باشم با اسم قلم به سلام میدونید ما دو تا نیرو داشتیم در طول تاریخ حداقل از دوران اسکولاستیک تا الان دو تا نیرو که درگیر مفهوم دین بودن درگیر مقوله دین بودن یکی کسانی که درگیر مقوله دین بودند برای گسترش دین دیندار بودند و دنیا رو از دریچه دین میدیدن نیروی دوم نیرویی که مخالف دین بوده و ضد دین بوده این دو این دو هر دو دو جبهه متفاوتند که هر دو درگیر موضوع دین هستند و دین برایشون در واقع بزرگترین پرابلمه اگه بخوایم پروبلماتیک کنیم البته تفاوت بزرگ دارن اون جپهی که درگیر دین هست برای گسترش دین گفتم از اسکولاستیک اون در واقع جهان رو سعی میکنه به سمت تحجر ببره اون جپه دوم مخالفش که درگیر دینه باز هم به اسم مخالف خب سعی میکنه موتور در واقع سعی میکنه دنیا رو به سمت دوران در دوران جدیدتری ببره دور... به دنیا رو به سمت آینده ببره موتور محرکه در واقع دنیا حداقل اونطوری که من میشناسم با احترام به ولتر و جریانی که راه انداخت هیچ کدوم از این دو جریان نبودن موتور محرکه توسعه در دنیا جریان وسطی است که اکثریت دنیا رو تشکیل میده و دین براش عرفی هست و درگیر مفهوم دین نیست حتی اگر دیندار باشه حتی اگر دیندار باشه و من الان میخوام در اون حوزه صحبت بکنم حوزه ای که بیش از هر چیزی با سیاست و اجتماع درگیر هست بگذارید برگردم به عقب میخوام دو تا مثال بزنم و بعد سعی میکنم در چند جمله توضیح بدم چه اتفاقی داره میفته برمیگردیم به خرداد 1373 یعنی حدود از 30 سال پیش میشه 29 سال پیش سی خرداد 1373 روز آشورا یه انفجاری در حرم امام رضا اتفاق میفته یکی از در واقع بدترین حملات تروریستی است که ما ایرانیان دیدیم در عمر خودم و مخصوصا اینکه این بمب بالای سر زری اون قسمت زنان منفجر می شود بود 350 نفر کشته و زخمی میشن کشته ها خیلی کم بود 30 40 تا 30 تان شاید بقیه زخمی هستند ولی زخمی ها زخمی های مثلا مادرانی که به نمیاد اما در واقع زندگی خودشون بچه هاشون نابود میشه الان که به تاریخ نگاه میکنیم و به گذشته برمیگردیم حرفای مقامات جمهوری اسلامی را مقامات مطلع میدونیم حرفای وزیر سابق اطلاعات و غیره توضیح نمیدن ما خیلی خوب میدونیم این بمب رو کی انجام داده این بوم خیلی واضح هست این بمب گذاری در واقع توسط جهادگران سلفی بود که بعدها در واقع القاعده رو تشکیل دادن و بعدها بخششون رفتن داعش جریان رمزی یوسف خیلی واضح هست در اعترافات گوانتانامو و اسناد گوانتانامو شما اعترافات رمزی یوسف رو در مورد بمبگذاری حرم امام رضا میتونید ببینید مقامات مطلع اطلاع میدن چند وقت قبلش که مسجد اهل تصنم متاسفانه توسط جمهوری اسلامی خراب میشه و خب جریان جهادگر طرفی کم کم داشت رشد پیدا میکرد از حکومت شیعه هم عصبانی بود تهدید میکنه که ما انتقام میگیریم بعد ها 1995 فکر کنم مقامات پاکستانی میگن که کسی به نام عبدالشکور که بازداشت میشه اعتراف میکنه که اصلا رهبری مستقیم این عملیات در حرم رضوی رو اون در اختیار داشته رمزی یوسف هم که بهتون گفتم رمزی یوسف همون کسی که بمبگذاری 1993 رو در مرکز تجارت جهانی انجام میده. حدود دو سال بعد سال 95 یعنی حدود یک سال بعد از بمبگذاری مشهد اطراف اسلام آباد بازداشت میشه و تحویل آمریکا یا میشه و غیره. متو چه اتفاقی میفته؟ حکومت تو گام اول میاد یک سناریوی بزرگ میسازه که آقا یک گروهی به نام سازمان مجاهدین خلق این کارو کرده. یه سناریو میسازن یه کسی به نام مهدی نحوی بعد میگن داشته فرار میکرده نمیدونم بعد کشته شده بعدا تحقیقات کسانی مثل مثلا مثل اکبر گنجی و باقی نشون میده اصلا مهدی نحوی اصلا اون موقع زندان بوده بعدم میان دو نفر از تو تلویزیون محاکمه میکنن تو روز روشن محاکمه میکنن دو تا زن که اینا اینا اومدن با اون گذاشتن با اون مهدی نحوی چهار اسم دیگه من نمیبرم براتون اسم. اسم اسم. از میکنم. اولین دروغ برابر اینجا ساخته میشه سناریو یعنی یک گروه حالا هر چی بعد توضیح میدم راجبش به عنوان عامل عملیات تروریست معرفی میشه اما ماجرا همین نیست حدود شاید ده سال بعدش جنبش اصلاحات اتفاق میفته ماجرا قتل های زنجیر ای فاش میشه و اینجا دوباره یک سناریوی دوم ساخته میشه یک دروغ بزرگ که آقا بله مجاهدین خلق نبوده سعید امامه پشت اون البته کسانی که این رو گفتن دامن زدن مشخصا آقای گنجی اماد باقی اینها با واسطه نرق میشه که در واقع خودشون نمیخواستن دروغ بگن و درگیر های اطلاعاتی دیس انفورمیشنی شدن که توسط بخشی از حکومت بود اونجا تا... خب واقعا امنیتی که میدونستن مسئله این بودش که بخشی از حکومت در واقع سعی میکنه یک سناریو روانی بسازه هدفش چی بوده این با اطلاع میگم تحلیل نیست من بعداً با کسانی که تو این زمینه درگیر بودن صحبت کردم هدفش چی بود هدفش این بوده که مردم بگه مردم این سعید مامی که حالا معلوم شده قتل زنجیری رو انجام داده این اصلا ضد دین خدا بوده این به جمهوری اسلامی ربطی نداره و این سعید مامی نگاه کن حرم امام رضا رو منفجر کرده تصورش این بوده که مردم اگر بفهمن سعید مامی حرم امام رضا رو منفجر کرده باور کنن میگن باور میکنن فرضیه سناریوی رهبر حکومت و کاره. این جریان در واقع وصل به خارج بوده وصل به اسرائیل بوده و نمیدونم جمهوری اسلامی نبوده و پس پس قتل های زنجیری هم کار حکومت نیست منتها خب به ضد خودش تبدیل میشه مردم باور میکنن کار سعید امامی بوده اما حکومت رو تبرئه نمیکنن به این مثل که حکومتی که قتل زنجیری میکنه حرم امام رضا هم منفجر کرده چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی میافته؟ این هست که الان شما اگر به بخشی از حکومت بگید بگید آقا نصف از ما مجاهدین خلق پشیز اهمیت داره نه سعید امامی برای من مونتا بگید که آقا اون نبوده مجاهدین خلق نبوده اون سناریو بوده یه بخشی از طرفداران حکومت میگن نگاه کن این یارو میخواد اونا رو, اون رو تبرئه کن تروریست تبرئه کن و اگر به بخش دیگه ای در جبهه مخالفین حکومت بگید آقا نه این سعید امامی هم نبوده سعید امامی جنایتکار بوده ولی این این کار اون نبوده یه بخش دیگه نگاه کن؟ داره سعید میکشه حقیقت بزرگ این وسط گم میشه که حالا بهتون توضیح میدم این حقیقت بزرگ موقعی که میرسید به انفجار تروریستی در مثلا اه 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 اخیر اینجا این حقیقت بزرگ جامعه ایران رو قربانی خودش میکنه میام جلوتر میام جلوتر میام جلوتر می رسیم سال, سال 96 شبیه این دو تا حادثه ای که میگم مثالی که میزنم چند تا دیگه هم وسط هست دیگه طولانی میشه میرسیم سال, سال 96 داعش 17 خرداد در تهران به ساختمان مجلس بعد از مرقد رولای خمینی حمله میکنه خب همه میدونیم داعش داستانشو میدونیم سپاه پاسداران چند وقت بعدش 28 خرداد یه حمله موشکی میکنه به در واقع دیر و زور در سوریه و خب میدونیم کار داعش میریم 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 جولای 28 خرداد 96 میشه یک سال خرده بعد 31 شهریور 97 رژه نیروهای مسلح در احواس. یه تروریسی. عملیات تروریستی ببین عملیات تروریستی اصلا اصلا این چیزی که میگم میگم حالا بعدا توضیح خواهم داد ما ما ایرانی ها باید یه بیخی داشته باشیم چیزی که تروریستیه تروریستیه و, و چیزی که کسی انجام داده او انجام داده و کسی انجام نداده نباید بندازیم گردن باید اینجا بیسی داشته باشیم اینجا اینجا چیزی که چیزایی مثل تروریسم مثل مثل خاکمون مرزهامون اینجا چیزی که حقیقت نباید قربانی بشه مثلا خیلی سرمون اینجاها باید با هم توافق داشته باشیم خب بلا فاصله فرماندهان سپاه اون این عملیات یکی به نظر من دوباره یک از به نظر من دومین عملیات تروریستی کسیف ایران هست تروریسم همیشه کثیفه متو بعد از عملیات تروریستی مشهد این به نظر من دومیه اسمش اینه که به نیروهای مسلح حمله میشه پروژه ارتشه اغلبشون سربازان صفر از بچه های مردم بعد اطلاعاتی که بعدا نماینده ها دادن شروع میکنن تیر خلاص زدن اصلا یه شکل بسیار فجیعی که راجبش بیشتر صحبت نمیکنم بلا فاصله مقامات سپاه پاسداران میان میگن که آقا این کار گروه الاحوازیه بوده تجزیه طلب الاحوازیه البته یک گروه در واقع راجب الاحوازی صحبت کنم یا ولی ما یه چیزی داریم به نام در واقع مقاومت ملی احواز که این یک در واقع گروهی است یک شورایی نمیدونم چی بگم چتر بزرگی است که زیرش چند حرکت هم جنبش هم گروه چند حزب هر چی میشه، میذارن سازمان هست اینا عمدتا هم البته سابقه استفاده از سلاح دارن سابقه سابقه حملات شبه نظامی دارن یکی از اینها حرکت نزال بوده جنبش عربی متو این حرکت نزال بوده دو سال پیش دو سال قبل از اون ماجرا به دو شعبه تقسیم میشه به همین خاطر هم شما دو تا سایت اهوازونا الان تو اینترنت دارید با دو آدرس متفاوت و دو تا گروه به نام نزال بلافاصله مقامات نظامی رو میگه آقا این کاره کار کار گروه های ها و تجزیه طلب هست یه موج بزرگی را میفته و به حال حمله به قومیت ها از همین واسطه یعنی در واقع انگار که مثلا شهروندان اهواز مثلا فقط آقای مهدوی ازت برای اینکه که نباید کامل بشه اون مسئولیت پذیری سخنگوی همش میگم همش رو میگم میگم نه. نه. نه میگم همشون میگم همش میگم نترسید از حقیقت نباید بله بلا فاصله مقامات صفای پاسداران میان میگن که آره این ماله حرکت گروه نظامی است چند ساعت بعدش هم یه آقای به نام یعقوب هر تستری چیزی که امیر حسین عزیز گفت میاد در تلویزیون اینترنشنال البته اینجا یه تحریف شده اون نمیگه که کار ما بوده اون میگه که مقاومت ملی او اون میگه که گروه من که گروه م... رواقع نزال هست که ما مسئولیت نمیپذیریم اما تاکید میکنه که آره مقاومت ملی احواز همون چتر بزرگ است میگه اون مسئولیت میپذیره و اونا بودن که زمانی که این جنایت رو در سال 97 انجام دادن با همین تلویزیون ایران اینترنشنال همین آقای یعقوب هر التستری صحبت کرد به سراحت گردن گرفت این جنایت رو اما وقتی که حبیب و توسط جمهوری اسلامی رو بوده شد و به ایران آورده شد این گروه برای نمیدونم حالا حبس جان حبیب و یا دیدن که به حال عملشون عمل تروریستی بوده و ممکنه که حتی باعث دستگیریشون توسط پلیس بین الملل و نهادهای امنیتی اروپایی و آمریکایی بشه بعد از چند ماه با وقاحت هرچه تمامتر علا رغم اینکه هم صداشون بود هم تویت هاشون بود هم دستنوشته هاشون بود و هست که حمله تروریستی احواز رو این گروه بر عهده گرفته مسئولیت هاش رو به سراحت زدن زیرش و گفتن که جمهوری اسلامی این اتهام رو به این گروه زده و این گروه پیوندی به حال با این ترور نداشته مثل دیگر چهره ها هم بریم با همین مصاحبه یعقوب تستری رو با تلویزیون ایران اینترنشنال در زمانی که این جنایت در سال 97 در احواز انجام شد با همدیگه ببینیم و بشنویم تلفنی با یعقوب تستری سخنگوی جنبش الاحواز هستیم آقای هرخل خوش آمدید به برنامه خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاحواز رو به انجام این حمله نظر شما در این رابطه چی است؟ مثلا کنم خدمت شما ببینید وقتی ملت ما ملت عرب به صورت روزانه تحت ظلم تحت ستم هست آبش رو منتقل می کند به جاهای دیگه و با مشکل با تبعیض فقر بسیار بالا و اعدام های به صورت دست جمعی و و بازداشت های راهی نمیمونه جز مقاومت مقاومت ملی احواز همونطور که در سالها و در گذشته عملیاتی داشته بر ضد اهداف مشروع و من تاکید میکنم بر اهداف مشروع که شامل سپاه هست و شامل جاهایی که شهروندان عادی اونجا نیستن و عملیات امروز مقاومت ملی احواز اون انجام داد و بر ضد اهداف مشروع بر ضد نیروهای سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آه و آه این با این با این حساب شما تایید میکنید که جنبش الاهواز این حمله رو انجام داد من میگم مقاومت ملی احواز مقاومت ملی اهواز یک کلی هست یعنی جوانان احوازی یعنی این عملیات انجام داده به عنوان جنبش و گردان های شهید محیدین و ناصر هنوز بیانی داد صادر نشده ولی مقاومت ملی اهواز این عملیات رو انجام داد سازمان شما تایید میکنه چون این حرکتی رو؟ ما همیشه از ما همیشه از سال 2005 که مبارزمون رو شروع کردیم مبارزه سیاسی رسانی حقوق بشری و همچنین مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای نظامی و نیروهای اهداف مشروع که جزی از اون لوله های نفت و تأسیسات نفتی بود و همچنین نیروهای سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تا زمانی که شهروندان عادی آسیب نبینند این این عمل این عمل و اومده آقای هر خبرها اومده ا... که به مردم هم تیراندازی شده و عده‌ای هم زخمی شدند گویا ببینید در یک در یک جایگاه رسمی این عملیات من اولا یک عدد رو تصحیح بکنم از طریق منابع میدانی من تکیل میکنم که تعداد کشته ها از چه نفر بیشتره منابع میدانی ما تاکید کردن که تعداد کشته ها از چهل نفر بیشتره بعد جایی که هدف قرار گرفت سکوی تکوی جایگاه،, جایگاه, مسئولان بود و جایگاه مسئولان شما اطلاع دارید که همیشه هیچ شهروندادی اونجا نیست در آنجا جزاری بود نماینده خامنه‌ای دو نفر از اعضای مجلس و خبرگان هیداری و کعبی و همچنین جمعی از مسؤولين سيبا اونجا هیچ وجود در حضور نداشت اه و تمام کسانی که اونجا بودند اه از از مسئولین مسئولین اه ايه اه للابطال الذين قاموا بهذه العمليه من دواعي الفخر ان يتم في ارض الاحوال العمليه الحدثه هي كانت يعني عمليه الحقيقه عمليه نوعيه يعني في no. دقتها من حيث التنظيم no. يعني كانت عاليه وايضا اختارت يعني اهدافها بدقه يعني في الزمان وايضا المكان المناسبين no. فالحقيقه هي يعني قادره على تنفيذ يعني خططها بمهاره no. عاليه فهذا يدل ان يعني هنالك تطور يعني في العمل المقاوم نعم no. حمله نداشتیم ما که حرکت نزال چندین بار این, این چیز رد کردیم ما تمام حمله تمام اون کارهایی که انجام شده بود هیچ وقت چیز انتحاری نداشتیم کسی به نام بیاد مثلا انتحاری باشه چند ساعت بعدش یه گروه دیگه دوباره به نام نزال دوباره با همون سایت دیگه به نام احوازونا یه بیانیه میدن میگن این آقا یعقوب هورتاشتری و سازمانش دو سال قبل اخراج شدن اینا مشکوکن و ما هیچ نقشی نداشتیم حالا حالا مهم نیست حقیقت روشن میشه مقامات نظامی ایران سپاه پاسداران که دو روز بعد از این ماجرام وزارت اطلاعات بیانیه میده که بله این, این کار وزارت اطلاعات زمین مختات تر میشه میگه این کار گروه های قومگرای تجزیه طلب که چیه که با ارتجا رابطه دارن اتفاقی که میفته چیه مقامات نظامی ایران به تدریج شروع میکنن حرفاشون البته تصدیق کردن قبل از این ماجرا یک موج بزرگ پروپاگاندا علیه قومیت ها به همون نسبت کورت ها شهروندان به هم میفتند هر کی بخواد از یکی از دفاع کنه به هم متهمش میکنن به تروریست بخش های بزرگی از شهروندان مرکز نشین که از قومیت ها ممکنه به ترسن مسترب میشن یارو بوم گذاشته یارو میخواد تجزیه کنه این, هولناکه برای حال شهروند ایرانی برای من که هولناکه مقامات نظامی شروع میکنن آروم, آروم آروم در واقع تصدیح کردن دیگه کار به جایی میرسه که سرلشکر باقری توی مصاحبهش رسما میگه میگه کارهای اطلاعاتی نشون میده که این رو مصاحبه رو میخونم یه کارهای اطلاعاتی نشان داد تروریست ها البته ارتباطی با گروه های ضد انقلاب شاید داشتند اما از داعش خط گرفتند و داعش این افراد رو از دیر زور هدایت کرد این عین عبارت سرلشکر باقری است به تدریج حالا این وسط ببین میخوام بگم ملت که باید سر تروریسم همه حرف من بعدا جنبندی میکنم ملتی که سر تروریسم باید متحد باشه به خاطر نوعی انحراف نوعی فرق اشتباه درگیر این موضوع میشه یعنی این وسط همه با هم درگیر میشن داعش ویدیو میده نشون میده سه نفر تو ماشین نشستن این ویدیو هست شما میتونید پیدا کنید الان تو گزارش بی بی, بی سی هم هست فارسی مردم درگیر میشن که این کار داعش نبوده بوده به هم فاش میدن اون میگه تو هم تروریست میگه میگه نه تو آدم کشی طرف حکومتی یعنی تروریستی که در همه جای دنیا شهروندان رو با هم نزدیک میکنه چون یه اقدام کوره آدم بیگناه کشته شده اون سر مثلا در اهواز سرباز سفری که حالا دور رژیم میره اون بدبخت چه گناهی انجام داده واسه چی تازه فقط سربازا کشته نشه شهروندان بیگناه زن در واقع مادر سربازا پیرزن اینا کشته شدن این برای چی کشته بشه تو همه جای دنیا اینا رو شهروندان رو به هم نزدیک میکنه در ایران میشه باعث اختلاف داعش به ویدیو منتشر میکنه شهروندان به جون هم میافتن اون یکی بیان نمیده شهروندان به جون هم میافتن یعقوب اورتوسری به جون هم میافتن یه دله اینترنشنال یه به نفعش یه دله سپاه یه به نفعش دوباره اون تئوری توتک اصلا کار حکومت بوده این تئوری توتک اصلا کار حکومت بوده و جامعه دوباره رادیکالیزه میشه یه بخشی میگن اصلا کار حکومت بود خودش بود و یک شخص یه بخش میگم کار اینترنشنال مخالفین حکومت بود این دوباره مشهد یعنی در واژه با... انفجار مشهد دوباره دو قسمت میشه دیگه یکی میگه کار حکومت بود سعید امامی بود یکی میگه کار فلان اینجا دوباره این میشه خلاصه بعد از اعتراف تلاشگر باقری یعنی اظهارات تلاشگر باقری نهایتا به اونجا میرسه که سپاه پاسداران مهر 97 یعنی شهریور 97 31 شهریور حادثه تروریستی اتفاق میفته نه مهمه. میشه بوده نه روز بعدش سپاه پاسداران حمله موشکی میکنه در واکنش سپاه خورداد هم در واکنش به اون حمله به مجلس و مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی حمله موشکی کرده بود به دیروز این دفعه هم سپاه حمله موشکی میکنه این بار کجا خدمت شما عرض بکنم که باز دوباره به شهر بوک نزدیکی های بوکمال در استان دیروزور و بیانیه میده شش تا موشک پرتاب میکنه هفت تا این همون حمله است که توش گفته میشه که ابو علی المشهدانی از فرماندان معروف داعش کشته شد این المشهدانی همون بود کسی بود که خیلی هم علیه ایران ویدیو میداد توی بیانیه سپاه دیگه تکلیف روشن میشه سپاه پاسداران توی بیانش روشن میگه میگه ما این عملیات رو در واکنش به حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در که شهری و انجام دادیم. یعنی چی این داستانی که من میگم الان این اینی که من میگم عین فکت ها ولی بخشای بزرگ از شهروندان شاید هنوز ندونن چیزی که در خاطره حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شده حسب جریان سیاسیشون حسب وابستگیشون حسب رسانه هایی که خوندن یکی از این دو بخشه یا این طرف یا اون طرف و خلاصه دوباره برای دومین بار یا چندمین بار ایرانی که قربانی داعش میشه در واقع برای بار دوم قربانی سناریو سازی میشه از یک طرف عرض میکنم حکومتی که سعی میکنه گردن مخالفینش بندازه مقاماتی که حرفشون آزن نیستن پس بگیرن اطلاعات زد و نقیز از طرفی شهروندان حالا اینجا مخالفین کم کم مخالفین هم وارد میدان میشن مخالفین که سعی میکنن چوری بسازن نه آقا این کار حکومت بوده اصلا داعش و حکومت ساخته اصلا همشون با هم و, و, این وسط دوباره تکرار میکنم چیزی که باید عامل نزدیکی شهروندان میشه میشه عامل عامل درگیری و اختلاف ببینید این من دیگه چند جمله بیشتر نمیگم برای فرمایش دوستان گوش میکنم اگر وقت شد یک ساعت دیگه حرف میزنم همه حرف این بود چیز پیچیده ای نیست موقع که شما با هیچ شما مظلوم حکومت هیچ مبنایی نداره یعنی, یعنی پای چیزی وای نمیشه رفتار فرقه ای همه چیو به هم میزنه یعنی تو معترضین رو میکشه میگه معترضین خودشون خودشون نکشتن میتونه هیچ مبنای اخلاقی نداره تهمت میزنه الکی میگیره آزاد میکنه میگه نگرفتم نمیدونه کن. اصلا, اصلا هیچ چی نداره کم کم این به ضد خودش تبدیل میشه کم کم شهروندانی هم روحانیون میگن ان ناس دین بلوک هم دیگه خب کم کم شهروندانی هم پیدا میشن که با دوباره به چیزی پایبند نیست این این وسط ملتی است جامعه ای پیدا میشه جامعه آنومیک که دیگه انگار انگار دیگه خط مشترک محور مشترک انگار زمین مشترک صفتی وجود نداره بینش یعنی توی تروریست موقع یه خارجی نمیدونم طرفدار تروریست می حمله میکنه بهشون باز دوباره چهار پارچه میشه چند پارچه میشه الان توی شما توی توی عملیات تروریستی اخیر دیدید یعنی خب دیگه اینکه حالا دو نفر بعد گفتن چهار نفر حمله شده شهروند شهروند مذهبی بوده غیر مذهبی بوده هرچی بوده شهروند بیگناه کشته شده به کسی ترین شکل هم کشته شده دیگه خب ببینید جامعه دوباره چند پارچه شده یه بخشی دارن میگن آقا اینا اصلا کار خودشون بوده میخوان انقلاب اینا رو تاثیر بگذارن دوباره حکومت سعی میکنه میگه میگه میکن آقا ببین این تروریستا اینا به خاطر اینا که براندازا مثلا دین رو دارن نقد میکنن آقا دست بردارید از این بازی ها ما یه گروه تروریستی داریم شما دین رو نقد بکنید یا نکنید هر کاری بکنید این مشکل این داره با ایران خانمون آقایان تروریست رو گردن هم نندازید سر این چیزا با هم بازی نکنید جو،, جو اگر میبینی دنیای غرب به چیزی به نام دموکراسی رسیده فقط قانون و چهار تا قانون و قانون اساسی و اینا مهم نیست نمیگم اصلا مهم نیست اون نقش کلیدی نداشته همچنان که شما میبینید دم... مثلا دموکراسی که داریم مثلا میبینید یکی از بزرگترین دموکراسی های دنیا بریتانیا اصلا قانون اساسی نداره اسرائیل دموکراسی تنها شاید دموکراسی خواهد مثلا قانون اساسی نداره قانون عرفیه قانون اساسی چیزی به نام قانون اساسی مثل, مثل می نداره مثل آمریکا نداره نداره فقط قانون اساسی نیست توافقاتی پشت پرده شهروندان بالغ و عاقل با هم کردند مبنایی که یکی از مبانی دموکراسی در دنیا قبل اینه که شهروندان با هم توافق کردند که آقا باشه ما با هم رقابت سیاسی میکنیم ولی اجازه بدیم ارتشمون دستگاه قضاییمون نیروی امنیتیمون بیطرف باشه این یه توافقه چون چون آدما به ترتیب این حزب اون حزب ممکن قدرت رو به دست بگیرن شع... دو... خرد جمعی توافق کرد آقا ارتش رو درگیر مسئول جمعی نکنیم دیگه اگه راست سر کار اومد چپا رو بگیره چپ سر کار اومد راستا رو بگیره آقا قوه قضاییه مستقل باشه دیگه خب راست سر کار کاری نداره شما یه آدم فاسد بذار تو دادستانی تو هر حکومتی یه آدم ف... خ... بزن تو سر سرش ه... هر هرجوری بخواد است که قضاییه تو شک میده دیگه مثل جمهوری اسلامی دو تا ساخته اون سلواتی اون یارو یکی هر کی میگیره میبره اونجا اون حکم میده دیگه 20 سال 3 سال،, سال اعدام کاری نداره که شما یه آدم شهروند طبقه متوسط شهروند عاقل نگم متوسط شهروند بالغ خرد کانتی هر چی بزرگان میگن به این تفاهم میرسه که آقا دیگه قوه قضاییه رو درگیر نکنیم ما نهاد نظامی درگیر نکنیم پلیس رو بزنیم آقا پلیس با خطا در, بر... در... بر... امنیت هممون رو تامین کنه یکی از این توافقات هم همین دیگه آقا سر تروریست با هم بازی نکنیم دیگه سر فلان با هم بازی نکنیم دیگه این یکی از ده انحرافی است که ریشه اصلش برمیگرده به عملکرد جمهوری اسلامی به عملکرد حکومت متاسفانه تصورم نمی کنم بتونه عوض کنه و مدام و مدام در واقع پتانسیل اجتماعی اعتبار اجتماعی سرمایه اجتماعی عبارت جامعه شناختی و درختش رو در ایرانی ها از بین میبره مدام به هم بی اعتماد تر میشن مدام تئوری توتعه مدام به هم درگیر میشن و خب این وسط چیزی هم که قربانی میشه فقط دو تا روحانی یا دو تا صفاهی نیستند چیزی که قربانی میشه تمدن ایرانی هست از من سکوت مرسی که به حرفم گوش کردید این تحلیلی که شما کردید به این نتیجه که رسیدید که چند پارچگی مردم ایران در قبال این وقایع خب من با تو موافق از اینکه مقدماتی رو که مطرح کردید یه جایی رو من بپذیرم نپذیرم ولی خب با خروجی که کامل موافق حالا پیامد این چند بستگی مردم ایران در قبال واقعه چه نتیجه میتونه داشته باشه؟ آیا به نفع حاکمیت چون حکومت های شپه بحرانی رو با یه بحران حالا بزرگتر یا کوچکتر سعی میکنن که جایگزین کنن یا رفت کنن یا صورت مسئله رو حل کنن یا نه به ضرر این حاکمیت میشه و میتونه منجر به فروپاشی بشه آیا این اصلا ایده درستیه از اون طرف آیا بپذیریم که من میپذیرم این حاکمیت به دلیل حالا نوع حکمانیست چهل سال اخیر یه سری منافع مشترک که بپذیریم که نپذیریم با تمامیت ارزی ایران مردم ایران اون تمدنی که شما گفتید داره یعنی آسیبی که یه جاهایی ممکنه به این حکومت یه جاهایی را نمیگم کنند این حکومت برسه ممکنه که ترکشاش به اون مردم وطن تمدن فرهنگ هم بخوره این نظر من حالا استدلاله خاص خودش هم دارم مثل اینکه ما همون هر جا میبریم یه جا سپاه هست مثلا ما میخوایم نمایش کار کنیم رمان بنویسیم هر کار کاسبی را بندازیم سپاه هست و حالا آسیب به اینها توی برخی باز بگم مواقع میتونه به مردم عادی و کشور هم آسیب بزنه حالا این چند دستگی مردم به نظر شما در نهایت ای آمدش به کدوم سمت به نفع حاکمیت به ضرر حاکمیت ببینید البته تمام مقدماتی که حالا فرمودید که موافق باشیم یا نباشیم من گفتم اینا همش فکت خیلی دقیق رسانه است تو بخشایش اختلاف نظر اگر می بود که هست مثلا در مورد ماجرای نحوی که گفتم اسامی دیگه هم بود من اون رو که اختلاف نظر بود و نگفتم اون چیزی که گفتم فکت روشن که هر کسی که بشناسه این حوزه رو سرش تفاهم داره در مورد بیانیه سپاه گفتم به بیانیه سخنگوی فرمانده کل سر مشترک سرش که باقری گفتم اینا اینا دیگه برای که این سعی کردم این عبارتشون هم بخونم و حرفی نباشه و اون طرفش رو هم گفتم ببین این که چپ چیپ اتفاقی میفته ببین اینجا بب من منظورم از اینکه میگم جامعه به هم میفته اصلا منظورم این نیست که حکومت رو ما بخوام تبرئه کنیم. اتفاقا حکومت رو مقصر مقصر میدونم محصولش چیه صدام حسین به ایران حمله کرد خب در روایت حکومت شما الان میبینید انگار اصلا سپاه پاسداران تنهایی رفت با صدام جنگی دو چهار تا بسیجی و شما کتاب کتاب دا ادعای میشنید میخونید که بعدا تمدن ارتش جواب داد منتها واقعیت چیه واقعیت این که روزی که خرمشهر بازداشت شد قلب یک ملت به رنج اومد یه ملت فکر کاری بکنه و روزی که آزاد شد همه همه شاد شده من منکر مشکلات اجتماعی مون نیستم اما من قبول دارم همون مختب بخشی از هموطنان جنگ زده ما تو برخی از استان ها که میرفتن رفتن مردم اذیتشون میکردن من اینو قبول دارم این مشکلات سخت تلخ اجتماعی ماست مون تو سرش اختلاف نظری وجود نداشت اما الان چی میشه الان افغانستان یه زمین یه هزاران هکتار به خاطر یه اشتباه دیوار شما نوع واکنش رو نگاه کنید نوع واکنش اصلا خیلی متفاوته با اون, چ... با اون, چیزهایی که قبلی بوده مثلا این نیست که حکومت برنده میشه یا بازنده دیالکتیک تاریخ تجربه نشون میده اساسا حکومت هایی که این شکلی حکومت میکنن ببینید سرنوشتون محتومه محتومه به فروپاشیان محتومه حالا زمانش من نمیدونم چقدر را. ولی به یقین چون روش نمیشه ادامه بده دیگه این روش هی فقیرتر و حقیرتر میکنه کشورهای خودش رو های خودشو میخوره توی جامعه شناختی چهار مدل حکمرانی وجود داره به این میگن حکومت های خود خود نابود ساز بچه‌ای که جامعه شناسی خوندن خوب میشنستن چهار نوع حکومت خیلی معروفه دیگه حکومت های خود نابود ساز بنابراین حکومت خیلی مهم نیست توی تراز تاریخ هم که شما نگاه میکنید چند درصد در جامعه ما مثلا همه شاههای قاجاریه رو بلدن همه شاهان صفویه رو بلدن در جمهوری اسلامی اهمیتی نداره فکر میکنید پنج نسل بعد مثلا اسم آقای خمینی رو بلدن اسم علی رو بلدن یه چیز بدی ازش خواهد موند در که اونم مهم نیست میدونید مثلا این که تمدن همینجوری ضعیفتر و ضعیفتر و بدبختتر میشه این همون چیزی که اسمش رو فروپاشی اجتماعی بنابراین اینکه حکومت ضرر میکنه بله حکومت در کوتاه مدت با این بازی با این بازی های سناریو میسازه شاید احساسه پیروزی مقطعی بکنه اینجا بازی میسازه روزنامه نگاران منتقد میگه حامی تروریستن بهشون حمله اونجا بازی میسازه اونا رو میگه همیه تروریست ما یک وضعیتی داریم که بسیار بسیار خطرناکه و اون هست که بخش های زیادی از جامعه در واکنش به جمهوری اسلامی لزوما اینها به سمت دموکراسی و سکولاریزم و گرایی گرایش پیدا نمی بلکه مخصوصا در مناطق محروم مخصوصا در مناطقی که از نظر عمرانی از نظر توسعه در سطح پایینتری قرار دارند در این مناطق گرایش های بنیادگرایی دینی بسیار قوی هست و بنیادگرایی دینی که در خارج از کشور وجود داره برای بسیج کردن و یارگیری در این مناطق سرمایه گذاری میکنه ببینید من سالها پیش یک تحقیقی انجام دادم راجع به جریانهای بنیادگرایی اسلامی در ایران و حالا به بیشترش البته مربوط به جریان های سنی میشه اون چه که من بهش دست پیدا کردم بسیار بسیار وحشتناک هست یعنی خیلی خیلی هشدار دهنده است یعنی این چه که اون چه که میبینیم که حالا مثلا یک انفجاری رخ میده در شاه شراق حالا مسئولش داعش هست داعش نیست مهم نیست مهم اینه که داعش چه در این انفجار دست داشته باشه چه دست نداشته باشه نفوذش در ایران و یارگیریش در ایران و برنامه ها که در ایران دارن این قابل انکار نیست ما برای مثال برای شما عرض بکنم در مشهد ما حدود سه میلیون و نیم هاشیه نشین داریم یعنی مشهد که شاید ثروتمندترین شهر ایران باشه و در حقیقت شیعی شیع ترین و مذهبی ترین یعنی قطب مذهبی ایران باشه سه و نیم میلیون ما حاشیه نشین داریم در این شهر که بخش عمده ای از اینها سنی مذهب هستند یا کسانی هستند که, تسنن دند ها که تسنن دند به تسنن گراییدند جوان که به تسنن گراییدند گروه های مختلف بنیادگر... بنیادگرایی خارج از ایران از طالبان، از داعش، از القاعده و اخوان المسلمین در این مناطق به شدت فعالن مناطقی هستن که شما فقر بسیار شدیدی وجود داره اعتیاد بیداد میکنه جرم انواع و اقسام ها در حد وسیعی هست مناطقی هست که اصلا پلیس جرأت نمیکنه واردش بشه ولی از نظر عقیدتی و از نظر در سیاسی این گروه های بنیادگرا در حال یارگیری هستند و در حال سازماندهی هستند <تصفح> از سالها قبل در کردستان در بلوچستان من صحبت نمی کنم که اینا مناطق سنی نشین هستن و خب داستانش خیلی مفصل و قدیمی هم هست اما من صحبت می کنم از مناطق شیعه نشین یعنی مثل, مثل مشهد و مثل اصفهان جاهایی که از نظر تعصب مذهبی زبان زد هستند خود اصفهان یکی از مراکز اصلی فعالیت زیرزمینی اخوان المسلمین هست یعنی ما اخوان المسلمین ایرانی یک پدیده بسیار مهمی است که اصلا بهش توجه نمیشه با خاطر خب جمهوری اسلامی روش سرپوش میگذاره و از اون طرف رسانه های خارج از کشور هم دسترسی به اطلاعات و منابع خبری مستقل ندارن و نمیدونن که چه خبر هست این رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی درسته که ایدئولوژیش پن اسلامیست هست یعنی اینکه هیچ گونه در سیاست خارجیش وقتی رسیده به سیاست خارجی بین شیعه و سنی فرقی نگذاشته با گروه های سنی همانقدر کار کرده که با گروه های شیعه و اصلا معیارش معیار مذهبی نبوده یعنی با, با حماس که یک حماس میدونید که شاخه فلسطینی اخوان المسلمین هست و سنی هستن اینا و میدونید که اخوان المسلمین اساسا مثل القاعده و مثل یعنی گرایش ضد شیعه اخوان المسلمین یعنی سید قطب که آقای خامنه ای برخی از آثارش چاپ کرده ضد شیعه هست یعنی توی همین که تفسیر فیزلال القرانش یک تفاصیل بخشی از اونجا تفاصیلش از آشکارا به تشیع است ولی جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداره با اونا کار میکنه اما در داخل کشور سیاست جمهوری اسلامی ضد سنی هست یعنی شیعی و فرقه ای هست و این سیاست فرقه ای ضد سنی باعث شده که ما گروه های بنیادگرای سنی بسیار نیرومندی رو در کشور داشته باشیم که ولو اینکه ممکنه همه اینا مسلح نباشن ولو اینکه همه اینها از نظر سیاسی اکتیو و فعال نباشن ولی از نظر عقیدتی بسیار سازماندهی شده هستند و استعداد اینو دارن که در شرایط بحرانی از یک گروه های عقیدتی و مذهبی به گروه های سیاسی مسلح درمیآید. این یک خطر بسیار بزرگی است که ایران رو تهدید میکنه مخصوصا در زمانی که یک خلع سیاسی به وجود بیاد یعنی فرض بکنید که آقای خامنه ای از دنیا بره و یک خلع سیاسی به وجود بیاد که سپاه بخواد وارد بشه و این سپاه با مردم عادی فقط طرف نیست با کسانی طرف هست که اسلحه دارن سازماندهی دارن ایدئولوژی دارن و پشتوانه خارجی دارن تمامی این نیروهای به سازمانهای بنیادگرایی که در ایران فعال هستند یا چه در ایران متولد شده باشند چه از خارج وارد شده باشند همه اینا پشتیبانی مالی فکری عقیدتی و در بعضی مواقع تسلیحاتی از خارج دارند فراموش نکنید که این یک پدیده است که در ایران فقط نیست در کشورهای مختلف هست و بنابراین ما داریم از یک چیزی صحبت میکنیم که به شبکه بین المللی یا فراملی متصل هست این مسئله بسیار هشدار دهنده است برای کسانی که در دم آینده دموکراسی در ایران فکر میکنن و در حقیقت میخوان یه نقشه ای از واقعیت جریان ها در ایران داشته باشن یعنی واکنش به جمهوری اسلامی فقط یک جنبش دموکراتیک سکولار نمیدونم آزادی و طرفدار غرب درست نمیکنه بلکه واکنش به جمهوری اسلامی این جریان های بنیادگرای مذهبی بسیار خطرناک رو هم درست میکنه فکر ن... کنیم که جمهوری اسلامی اگر ساقط بشه بنیادگرایی مذهبی در ایران از بین رفته نه ما با بنیادگرایی مذهبی روبرو هستیم حتی بعد از جمهوری اسلامی با اشکال دیگری من با برخی از اینها صحبت کردم اینها به مراتب خطرناکتر از جمهوری اسلامی هستند اینها دشمن جمهوری اسلامی هستند طبیعتا حتی با جریان های دموکراتیک هم حاضرن و همکاری بکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی اما اون بدیلی که برای جمهوری اسلامی در نظر دارن یک سیستم حکومتی بسیار وحشتناکی است شبیه طالبان شبیه داعش و این چیزی که باید همه تحلیلگران یا فعالان سیاسی دموکرات در نظر داشته در مورد شخن. در واقع جمهوری اسلامی و نقشش در تروریسم من در در واقع دور قبلیم روی این موضوع حرف نمی زدم در واقع روی این حرف می زدم که چجوری حکومت یا دستگاه امنیتی از مفاهیم از... از, یک فاجعه تروریستی که باید شهروندان رو به هم نزدیک کنه سوء استفاده میکنن که بین مردم رو چند، شقه کنن و چطور همینطوری در واقع ماها ب... هممون چند پارچه میشیم به جایی که به هم تسلی بدیم اصل موضوع کاملا درست دیگه ما در سطح سیاسی مثلا داریم سردار سعید قاسمی در صدا و سیما ایران گفتن مورد ماجرای بالکان که که بب، گفت ما در پوشش نیروهای هلال احمدی رفته بودیم اونجا کار جهادی بکنیم اونجا خودش میگه میگه دیگه میگه استایل ما رو یاد گرفتن از ما استایل گرفتن این عبارت استایل از آیه قاسم استفاده کرد شما اونجا نقشتون جهادی بود نظامی بود مستشاری بود الان دیگه میشه گفته چه نقشی بود چون دیگه همه الان میدونند اینها ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته بود. این هلال عمر پوشش بود مستشاری نظامی بود این دیگه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا مداره که اون اینا نوشتن چندین کتاب تا حالا در اومده اینها و خود این خانم خانم این هم ولایتی مون خانم این تو فتنه 88 خبرنگاره خانم کریستیان که همه دولت مردان ما دوست دارن آقای احمدی نجاد دوست دارن با ایشون صحبت کنه آقای روحانی مثلا ایشون خوهر خاندگی احتمالا مثلا با این دولت مردان ما دارنده اینها یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات لو بده این بیش شرف جاسوس سی این این و بی بی بود که اونجا خبرنگار بود ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بلخ قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به طبع ما القاعده که اومد ما هم یه مدت با خود القاعده ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن از سربند و پرچم گرفته گردان فلان گردان فلان اینها گردان همسه سید و شهدا فلان و عرضم به حضور شما که همون استیل و قبول اونها اومدن اونجا جاهدین از سر تا سر دنیا اونایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا یه اتفاق جدیدی رقم خورد تشکیل یگان های جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بسنی توی سوریه اتفاق افتاد تو بسنی قبلش اتفاق افتاد یعنی هر کس که ترک بود بچه های حزب اللهی بودن که ارادت به امام داشتن نه ترکیه اومدن اونی که تو فرانسه بود اومد آلمان بود اومد اون توی تونسیه پاشد اومد نمیدونم یه اتفاق عجیب یعنی نهزت بسیجی جهان اسلام چیزی که آرزوی حضرت واقعیت هم این هستش که این, شکل تروریزم که الان در دنیا ما الان میشناسیم این خوشش کسی خوشش بیاد یا نیاد به خاطر عملکرد سیاسی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران پاس، سپاه قدس البته ما خواستگاه های خواستگاه مذهبی داریم خواستگاه دینی داریم مثلا شما در اسلام وهابی خب از, از توی اون اسلام میتونید شما کسی رو در بیارید که عملیات انتحاری انجام بده عملیات در ذهنیت زه، زه، چیه؟ شیعه گفتمان مذهبی شیعه خیلی کمتر میشه به خاطر اینکه شیعه دینی سلس جوتر مجموعه شرایط منظورم این نیست که همه همه از این شکل گرفته تا واقعیت نیست که از اون مقطع شروع شده یه بخش به خاطر خب رقابت ها بوده اونا در مقابل این ساختن این در مقابل اون ساخته ولی به حال از نظر تاریخی برمیگرده به همون مسئله معنیش این نیست که ریشاش رو جمهوری گفتم میگذاشته هاش شاید بوده یعنی قطعا به یقین بوده ما میتونیم صدها سال قبل هم ریشه هاش رو پیدا بکنیم خدمتتون عرض بکنم یه نکته که فقط من به این یه کامنت میذارم دوستان در مورد این صحبت کردن که آیا مثلا جامعه ایران ایران آمادگی دموکراسی داری یا نداره نقدی میکردن به فرمایشات یکی از دوستان من نبودم نمیدونم کی چین حرفی زده و حرفاشون از دست داده بودم دادم من کامنت کوتاهی روش میگذارم ببین ما باید اولین چیزی که با هم راجبش حرف بزنیم این هستش که این فرضیه که ما آمادگی دموکراسی نداریم این از فرضیه از کجا آمده یعنی ملاک ما چیه چرا ما به چنین فرضیه ای رسیدیم یا به چنین نگرانی رسیدیم حتما من هست تقریبا مطمئنم که این کسانی که این حرف میزنن دقدقه دقیق ای دارن یعنی دقیقشون خیره و نیکه منطقه خب چرا به چنین دقدقه ای رسیدن؟ چرا مثلا به این خاطر که در شبکه های اجتماعی بعض شهروندان به هم فوش میدن؟ خب اگر اینطوری شما برید تو همین در... آمریکا میگن بزرگترین دموکراسی دنیا دیگه حالا بعضی هندو میگن به هر حال پیشروترین دموکراسی دنیا آمریکاست در جریان انتخابات اخیر و انتخابات قبلی ببینید بین طرفداران آقای ترامپ و طرفداران مثلا آقای بایدن ببینید چه گفتمانی بود فضایی که بود حملاتی که به هم می‌کردن فوشایی که به هم می‌دادن بعضی وقت خیلی خیلی تندتر از فضایی که الان بین مثلا نیروهای به شدت مخالف حکومت و به شدت حامی حکومت وجود ب... نفس چنین چیزی که شبکه اجتماعی شهروندان هم بعض هم بعضی وقتا پرخوش میکنن دلیل اصلا دلیل نیست که بگیم یک تمدن لیاقت نداره اه... چی دیگه دلیل میتونیم بیاریم اینکه مثلا کسی مثل آقای ابراهیم رئیسی با این همه که نخبگان گفتن آقا نمیدونم اعدام های در فلان اصلا چهاردن میلیون رای آورده رفتار سیاسی شهروندان اینو دیگه با قطعیت میگم دلیلی رفتار سیاسی انتخاب سیاسی شهروندان دلیلی برای این نیست که شما بخواید اون جامعه رو قضاوت بکنید احتمالا خیلی ها که رفتن پای صندوق ها شهروندان دیدن که طرف اومده رأی بده و پای صندوق داره از حکومت بد میگه این شهروند تناقض نداره نه اینو از بالای برج آج نشینیم بگیم اصلا این دوگان هست نه تناقض نداره رفتار سیاسی شهروندان تابع مسائل متعدد و پیچیده هست به شرایط مختلفی برمیگرده اتفاقا من میخوام بگم که حداقل توی منطقه خودم حداقل تو خاورمیانه یعنی خاورمیانه که تو شاخ آفریقا هست ما اگر نگاه بکنیم اتفاقا مستحق ترین ما ملت و تمدن به دموکراسی هستیم اینو به خدا من گرایشات شوونیستی ندارم که منم تابوس لین شده این... ما ایرانی ها فلانی میده اینا نیست نه متا حسب فکت اونجا که من میفهمم مستحق ترین ملت برای دموکراسی هستیم حالا میخواد راجع به ترک ها هم حرف بزنیم ترکیه بگیم بگیم یکی از مستحق ترین ها چیزی که من میفهمم 120 سال پیش ما چیز جنبش بسیار آوانگار پیش پیشرفته پیشروی به نام مشروطه داشتیم راجبش متاسفانه حسب شرایط سیاسی کمتر صحبت شده حالا میخواد بگید نخبگان بودن حالا میخواد بگید شکست خورده آره ولی اون زمانی که این همچین جنبش اتفاق می افتاد, افتاد، به شوخی میگن میگن مالزی مردمش بالا درخت زندگی میکردن و این شوخی هم نیست این نه بابت تحقیر مثل ما ها که مثلا خونه های سنتیمون با کاهگل ساخته میشد اونجا خانه های بیشتر بالای درخت بود شما مقایسه کنید جامعه ایران رو ببینید فقر فقر مادی که لزوما نشانه از فقر فرهنگی نیست یا نتیجه نیست اما هند یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست یکی از بحران خیزترین کشورهای دنیاست درباره درگیری های قومی که صحبت میکنید هند کانون یکی از اصلی درگیری های اقوام است ساخت در مورد ساختارهای نادرست اجتماعی که صحبت میکونی کاست دارن اصلا کاست اجتماعی دارن یکی از بالاترین میزانهای های میزان ریپ در دنیا تجاوز به زنان تجاوزهای دست جمعی تجاوزهای فرهنگی در هندوستان هست یکی از بالاترین میزانها شاخص های نقض حقوق زنان نقز اجتماعیشون در هندوستان است منطقه که بزرگترین دموکراسی های دنیا است مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اتفاقا میخوام بگم ما استحقاقش رو داریم شرایط زیاد موارد متعددی رو میتونید در تایید بگیرید حالا حتما یه عالم ایرادم داریم اتفاقا میخوام بگم موقع شما در سطح اجتماعی نگاه میکنید می‌بینید نه تو خیلی از چیزهای ما جامعه اتفاقا جامعه جامعه منطقی برخورد میکنه ببینید شما همین موضوع هجاب رو نگاه بکنید ملتی که تحت سلطه تحت استیلای پروپاگاندا بوده ببین برای چهل سال تلویزیون همش یه چیزو گفتن تو بیلبورد نوشتن آقا اگر زن بی غیرت باشه مردش زن بی هجاب باشه مردش بی غیرته از مدرسه اول دبستان تا نمیدونم دانشگاه تاریخ اسلام سیره نمی... اینا هی ای دارم میگم شما رفتار مردان ایران متوسط مردان ایران در مسئله مقوله حجاب رو نگاه بکنید آیا آیا رفتاری است که باعث شرم یا مثلا میگید ناقض حقوق زنان هست من فایم، من چیزی که میفهمم بخش قابل توجه و قابل اعتماد از جامعه ایران مردانشون اتفاقا کنار زنانشون هستن دوش به دوش حالا بله ما توی این جامعه ایران اون مردی که بی‌شرفی که سر دخترش با داست هم داریم توی جامعه ایران ما با مادمی که زورم میگه داریم مثلا این مشکلات اجتماعی براتون توضیح میدم حالا تو شاید تو جواب دیگه هم هست خیلی جا هست راهکارهای متفاوت در این یه مسئله دیگه مسئله ادیانه ببینید روش دموکراسی که صحبت میکنیم زیر بناهاش حتما یکیش مسئله در واقع پرالیز یا مثلا تعدد ادیانی که ادیان با هم کنار بیان هست بله ما،, ما،, ما داریم مشکلاتی تو این زمینه داشتیم من من یه دوست ارمنی داشتم مثلا اون من تعریف میکرد میگفت بعضی وقتا مردم مثلا اصرار دارن از لیوان من آب نخورن نشون میدن خودش خواه همسرش ناراحت بودن از این مسئله خوب خب در اقلیت هم اتفاقا به تاریخ که ما نگاه میکنیم میبینیم بله امیر هم با بهایی ها مشکل داشت مثلا بهایی ها میشد و در مجموع ما اتفاقا یکی از معدود ملت های اطرافمون هستیم که نسکشی عدیان با اومدان نداریم رو یکی از معدود مل... اگر شما به سطح اجتماعی نگاه کنید حتما تو طول تاریخ پیدا میکنند فلان آخوند حکم تکفیر فلانی داده تو فلان روستا اما مجموعا شهروندان کنار هم قرنها زندگی کردن شهروندان زرت... ما زرتشتی داشتیم قابل ملاحظه مسیحی داشتیم یهودی داشتیم مسلمان شیعه داشتیم مسلمان اهل تسنن داشتیم یه عالم ادیان اینجوری داشتیم نمیدونم از بهایت بگید تا یارسانها و غیره اینا داشتن اتفاقا کنار هم زندگی میکردن میدونید در مجموع که نگاه میکنید من فکر میکنم که ما استحقاق دموکراسی داریم به معنای واقعی توی یه سری چیز ممکن مشکل اجتماعی داشته باشیم تشخیص من هست که داریم مثلا یکی از مبانی دموکراسی احزاب سیاسیه خب خب ما توانای کار جمعی رو تا حدی از دست دادیم به نسبت چل سال پیش خیلی جامعه بیمارتر شده بیمار شده و خب ما هم چل سال پیش هم به خاطر مسائل تاریخیمون تواناییمون در کار جمعی ضعیف بوده منتها همیشه این داستان داستان مرغ و تخم مرغ بوده این داستانی که آقا مرغ بود بعد یه تخم گذاشت و تخم مرغ به وجود اومد یا اول یه تخم مرغ بود و از توش یه مرغ در اومد میدید همیشه این سوال بوده که آقا حکومت ها باید بیان یک ملت دموکرات و یک ساختار دموکرات بسازند یک ملت دموکرات تربیت کنند یا ملت ها باید دموکرات باشند و از درون اون جامعه ای که چنین ساز توش هست یک سازوکار یک ساختار دموکرات حکومت دموکرات در بیاد کدومش اول هست چیزی که از دنیا میفهمیم راست رو بخواید نه هر دوش با هم بوده با هم رشد کردن یکی از دوستان حرف قشنگی زد دموکراسی یک رونده یه نقطه نیست یه بهشت ایدئالی وجود نداره یه جایی نیست که دکمه بزنیم و همونجا برسیم و اون چیزی که من میفهمم از مجموعه فعالیت های سیاسی حداقل یک سال پنجاه سال اخیر ایران از سازوکارهای اجتماعی که میفهمم که با اینکه ما مشکلاتی داریم حتما, حتماً داریم اما تکرار میکنم حداقل تو منطقه خودمون مستحق ترین، یکی از مستحق ترین ها هستیم و چیزی که من از جامعه میبینم کاملا آمادگی چنین جامعه رو داریم مخصوصا به دو دلیل مشخص یک بیش از 15 میلیون تحصیل کرده فارغ تحصیل دانشگاه که که این خیلی عدد قابل ملاحظه است این یکی از بزرگترین های حکومت یا به عبارتی بزرگترین اشتباهات جمهوری اسلامی بود که به علی خودش تبدیل شد و دومین دو مسئله این است که ما با وجود سرکوب هنوز چیزی به نام نهادهای مدنی داریم هنوز هنوز تونسته دوام بیاره تو این ساختار هر ولو بیرم هنوز چیزی به نام کانون نویسندگان هست و هنوز چیزی به کانون سینماگران انجمن سنسی روزنامه یک عالم نهادهای خیریه که با هم کار میکنن زنانی که با هم تشکر ساختن انجمن های دانشجویی ولو بیرم هنوز تونسته دوام بیاره و دوام آوردن این نهادهای مدنی توی گردبادها طوفان چهل سال اخیر راست رو خیلی آدم رو بیشتر امیدوار میکنه تا ناامید از من سکوت مرنونم. خب دوستان خسته نباشید به پایان این محتوا رسیدیم امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه لطف کنید که لایک کنید با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن میدونن که با پشوردن گزینه تنگس میتونن این کار رو انجام بدن مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود